سلام همه شما دوستای عزیز، من الان هوپ هستم و با یک ویدیو خیلی خوب اومدم سراغ شما. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه بریم و یک آموزش کامل و کلی رو راجع به دیسکورد داشته باشیم، پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اول از همه نیاز هست بگم که دیسکورد چیه. الان ساعت 8:32 دقیقه هست و بنر داریم و خب ما توی دیسکورد ویش استریم گذاشتیم. احتمالا خیلیاتون دیدین ویدیوهای ویش استریم و که میایم توی دیسکورد دور هم جمع میشیم. خیلیاتون هم خواستین بیاین نتونستین، اومدین ندونستین که چی کار باید بکنیم و از اینجور قبیل مشکلاتی که وجود داشته. برای همین نیاز دونستم که این توضیحات کامل رو بیام بهتون بدم که حداقل وقتی که برای بار اول میخوایم بیاین توی دیسکورد بتونین فعالیت خیلی خوبی رو داشته باشید. حالا با هم دیگه بریم ببینیم چجوری هست قضیه. ببینید زمانی که شما وارد دیسکورد میشین، اینجا فقط کافی بنویسین دیسکورد داخل اینترنت و سایت خود دیسکورد میاد بالا. حالا اگه بخواید دیسکورد دانلود کنین، برای ویندوز داره، iOS داره، اندروید داره، لینوکس، مک و همه پلتفرما داره. حالا شما برای پلتفرم مورد نیاز خودتون میگیرین. بعدش که وارد دیسکورد میشین، بعد یه دونه اکانت بسازین. حالا من این اکانت الان اینجا ساختم، خب صرفا هیچ چیزی هم نداره. بعد ما داخل گروه یا حالا هر جای دیگه‌ای که شما ما رو دنبال میکنید، لینک سرور دیسکوردمون رو گذاشتیم. لینک سرور دیسکورد رو وقتی شما وارد کنید، یعنی کلیک کنین روش، یه همچین چیزی میاد. بعدش میگه که ادامه بده داخل دیسکورد. حالا زمانی که شما کانتینیو آن دیسکورد رو بزنین میبرتتون داخل اون قضیه، ولی من چون که دیسکورد وبم به اکانت خودم وصله نمیره اون قسمت. حالا بذاریم اکانتم عوض کنم که بره. خب من اکانت دیسکورد وب و دیسکورد دسکتاپ همو کلن عوض کردم. خب همینطور که میبینید الان اومد یه همچین صفحه‌ای براتون میاد بالا که آقا میخواییم وارد همچین سروری بشین یا نه. خب این لینک سرور ماه، شما میزنین بله میخوام جوین شم. زمانی که شما جوین رو میزنین یه صفحه خیلی خوشگلی براتون میاد بالا که میگه که اوکی کنیم. اول از همه ربات بهتون میگه که آقا این رول حتما بزن، یعنی شما این کلیک رو نکنین اصلا نمیذاره برین قسمت بعدی و خب خیلی ممکنه بیاین اینجا و Alt+F4 رو بزنین، خب هیچ فایده‌ای براتون نداره چون به هیچ دسترسی نسبت به سرور نخواهید داشت. پس این رول رو میزنید، بعد میریم قسمت بعدی. میگه آقا هدف شما از عضویت داخل این سرور چیه؟ کمک به دیگران داخل فلان، مثلا اینجا خیلی شیک هر چیزی رو که نیاز داره رو میزنید. پر کردن اوقات فراغت، دنبال کردن اخبار، شرکت در استریم ویش ها، حالا بازی‌های دیگه‌ای هم بازی می‌کنیم. مثلا من خودم لیگ بازی می‌کنم، مونکا استاریل تازه نصب کردم، ماینکرافت مایکل کم بازی کنید و اینا. مثلا این داره انتخاب میکنید و گزینه بعدی دوست دارید توی کدوم قسمت های چنل فعالیت داشته باشین سروری که داخلش هستین هم انتخاب کنید. آقا خب من تو سرور اروپا هم همه میدونن بخش سینما، هر هفته به انتخاب خودتون فیلم یا سریال انیمه پخش میکنیم، شما میتونید دوره هم از این فیلم لذت ببرید. این قسمت چجوریه؟ حالا بریم داخل سرور براتون توضیح میدم هر کدوم از اینا چیه. این شد پس رول سینما و اینم رول پابلیکه که مسابقات دوره همیامون رو کلا قراره اینجا بذاریم. این هم صرفا برای اینه که راحت تر بتونید هم سروری هاتون رو پیدا کنید و توی مسابقاتی که میخوایم برگزار کنیم راحت تر باشید. نکست رو میزنیم، خب بعد دیگه اینا رو وارد میکنین، اطلاعات شخصیتون اینا رو هم خواستین البته فکر کنم نمیتونید وارد نکنید. آره باید وارد کنید، جدیدن دیگه بهنامه کم سختگیری کرده سر این موارد، ولی خب خوبه دیگه، اینجا میتونین راحت تر هم دیگه رو بشناسین و نکست رو میزنیم. قوانین رو میاره، قوانین رو تایید میکنید و وارد سرور میشه. حالا اگر تحت هر شرایطی شما موفق نشدین این رولا رو بگیرین، توی قسمت وریفیکیشن اینجا یه سری توضیحات داده شده و همه این رولا رو زدیم. خب شما دوباره میایین همه رو میگیرین. اما الان من اومدم داخل سرور و میبینین که اینجا ویلکام هم بهم داده. میبینین که الان اومدم نریمانم و همه رولا رو دارم. رول اروپا، گنشین، هونکای، نمیدونم اسپکتیتور، پابلیک، لیگ آف لژندز، بوی و سنم هم گذاشت. وقتی حالا وارد سرور شدین با بخش‌های کلی سرور با آشناتون کنم. اول از همه اینجا که خب لینکیه که میتونین بیاین اونجا ببینین ما چه فعالیتایی رو داریم و حالا با ما باشین. خب این قسمت گفته برای دسترسی بریم وریفیکیشن، اینو حالا بعدا بعد تغییرش بدین. حالا صرفا میریم وریفیکیشن اگه چیزی رو نگرفته بودین دیگه. در حالت کلی شما باید یه همچین ویوی رو از سرور داشته باشین که دسترسیتون کامل باشه نسبت به سرور.
حالا بریم همه قسمت‌ها رو یه توضیح ریز بدم، بعدش بریم بپریم وسط استریم بالا سر بچه‌ها که دارن الان استریم میکنن، نزدیک 40 خوردی هم هستن. این قسمت قوانینه که این قوانین رو لطفاً رعایت کنید. هر کسی این قوانین رو رعایت نکرد، شما خیلی راحت میتونید بیان اینجا تیکت تولز اینو میزنین، کریت تیکت، بعد یه دونه عکسی حالا هر چیزی اوکی میکنین، لطفاً پیام خودتون بنویسید. میان اینجا تیکتتون باز میشه، میبینین الان ما تیکت رو زدیم ساختیم، میگه تیکت شما اینجا ساخته شد، میزنین روش، میارت اینجا، میگه سلام من دارم تست میکنم. خب حالا دیگه نریمان هم نیاز است بگیم. خیلی شکر اینجا پیامتون رو میفرستیم، بعد من یا ادمین دیگه میبینیم و سریع ریسپان میدیم و اگه مشکل چیزی باشه رو بررسی میکنیم. این قسمت حالا استاتوس سروره که مشخص میکنه آقا چقدر ممبر داریم. الان مثلا کانال تلگراممون، یوتیوبمون، اینستاگراممون و ممبرایی که در حال حاضر داخل دیسکورد هستن. بعدش یک قسمت کلی داریم به نام تکست چنل. خب این قسمت چطوریه؟ خب ویلکام داریم، مود اپلیکیشن داره. اگه دیدین حالا با دیسکورد اوکی شدین، خواستین درخواست همکاری بدین که توی دیسکورد یا حالا هر جای دیگه با ما همکاری داشته باشین، فقط کافی کلیک کنین اینجا میبرتتون یه فرمی پر میکنین و اون فرم رو ما میبینیم هر ماه. اناونسمنت اخباریه که ما میزنیم، مثلا میبینین الان ما اینو فالو میکنیم، حالا حتی ما چنلی ندارم که بخوام اونجا فالو کنم، صرفا خودمون اینجا هستیم که بخونیم. امشب ایش استریم ساعت 8 و نیم که الان منم مثلا 10 دقیقه دیر کردم، خب خیلی هم مهم نیست. بعد اینجا قسمت شات اوت، حالا یک سری اتفاقات قرار توش بیفته که بعدن ذکر میشه. لولینگ رول، شما هر چقدر فعالیت داشته باشین توی سرور اینجا مشخص میشه. ببینین اینجا از یه جایی به بعد بقیه باتن، یعنی الان گنشین خالی دارن، هیچ رول خاصی ندارن. اما بعد میایم بالاتر، ببینین اسلایمن که لول 6، حالا تکست لول یا وایس لول 5 میخواد یا تکست لول 6. بعدش میاد بالاتر میشه هیروچرو، ابیسمش، نوبوشی، فوتویی، بعدش دیگه هاربنجر میشه. اگه هاربنجر شدین بعدا یه قسمتی براتون باز میشه این بالا که میتونین رنگتون رو انتخاب کنید که خب رنگا به رنگ میشه، این خیلی قشنگه. اینجا رنگتون مثلا میبینید دوستمون حالا اومده رنگ ببریم توی نوبوشی، مثلا میبینید ایشون اومده رنگ پرپل رو برداشته، دیگه مثلا این رنگ سایون رو برداشته و از اینجور داستان. پس این صرفا این داستان رو داره و رول های رنگ آخر هم خیلی طول میکشه بگیرین. یک رول نو لایف هم داریم که هرکی اینو بگیره دیگه خب واقعا زندگی نداره، تو دیسکورد خوابیده. اسک فور رول چطوریه؟ اینجا مثلا میان کاراکتر مورد علاقتون رو انتخاب میکنی، میگه خب من جانگلی دارم مثلا دیگه، اتو اینا خب هیچ کدوم ندارم، اتو انمو خب مثلا کازوا دارم، واندرر دارم، شیاو دارم، اینا رو همه رو میزنین. خب بعدش رولشو بهتون میده. الان ببینید مثلا من همینجا هستم، رول شیاو و کازوا و مین و اینا رو همه رو گرفتم که اینجا کنار اسمتون اینا مشخص میشه. ببینید دوستان الان خیلی اومدن همه رولا رو گرفتن. پس اینم شد از ask for role و این تی پی ام هم که میگه آقا مثلا این رول ها رو بهت اضافه کردم، اینا رو میتونید دیسمیس کنید. من همه این توضیحات ها رو با یه اسکرین شات کنارشون میدم که توی گوشی هم ببینید به چه صورته. اسپشیال رول چیه؟ دیگه توضیحاتش رو نوشتیم. یک سری رول هایی هستن که یک سری افراد خاص میتونن بگیرن، اینو میایین اینجا درخواستشو میدین داخل این قسمت با تیکت، یعنی تیکت پر میکنین، میگین من میخوام فلان رول رو بگیرم، میگه من فلان رول رو میخوام، بعد یه دونه عکس از اون چیزی که ثابت کنی اون کار رو انجام دادی میفرستی و رول رو بهت میدی. لینک ویدئوهای یوتیوبمون رو اینجا داریم، لینک حالا پستایی که توی اینستاگرام میذاریم. اینجا به زودی قرار اخبار و این داستانا رو پوشش بدیم که حالا تلگرام کاملتر کاور میشه همیشه، ولی اونا رو هم انتقال میدیم اینور که همه جا دسترسی بشه. یه سری توضیحات کلی راجع به ایونت ها، وب ایونت هایی که اینجا میاد. این قسمت کلا فان، بچه‌ها میان چیزای خنده‌دار میفرستن، مثلا یعنی اینا یک سری میمیه که فرستادن. الان استار ریل، استار ریل کلا همه دارن استار ریل میبینن، میتونید اینجا کلی بخندین. اینا صرف همال گنشین نور میم دیگه، میم های از هر چیزی، یعنی چه گنشین چه خارجی و از اینجور داستانا. مدیا هم که خب شما هر چیز جالب بود که دیدین میخواستین شیر کنین نسبت به بقیه میفرستین اینجا. توی قسمت آرت هم که خب آرت های خیلی خوشگلی که پیدا میکنید و اینجا میفرستین که بقیه بچه هم استفاده کنه. این قسمت هم نرین. بعد آرتیفکت فلکس هم که خب برای صرفا شوآف کردن آرتیفکتتونه، آرتیفکتتون میفرستین اینجا و بچه‌ها فشار میخورن سرش، خیلی چیز جالبیه. این قسمت هم خب هر مشکلی که داشتین، مثلا میگه من توی ابیس فلان اینجا کمک میخوام، یکی راهنمایی کنه چه تیمی ببندم و بهتون راهنمایی میکنم. این قسمت هم فعلا کار خاصی قرار نیست انجام بدیم، ولی میریم حالا سکشن بعدی.
ببینید خب الان این کلا قسمت تکس چنل بود، تکس چنل رو می‌بندیم که یکم سرور خلوت‌تر نشون داده شه و اوکی بشه. میریم سراغ استریم. الان داخل استریم یعنی قسمت میتینگ. داخل میتینگ فقط استریم و حالا استریم وایس رو داریم که حالا یه سر میریم اینجا ببینیم چه خبره. خب میبینه که الان مثلا ما اومدیم اینجا و آنیتا داره توضیحات بنر رو میده و میتونین استفاده کنین، خیلی خوبه. بعدش هم میریم ویش استریم و کل ویش میزنیم و این داستان رو هر از گاهی وسط قضیه میایم اینجا به بچه‌ها سر میزنیم، ولی فعلا لفت بدیم که مشکلی نباشه. بعد این قسمت کلا میوته، حالا با تنظیمات دیسکوردم به جلوتر بهتون توضیح میدم که ببینیم به چه صورته. فعلا از اینجا قطع میکنیم که نویز اضافی نباشه و راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم. خب پس این شد قسمت میتینگ که استریم کلا اینجاست، یعنی آقا ما یک چیزی رو اناونس کردیم و خواستیم استریم برگزار کنیم، همتون پا میشین میایین این قسمت. قسمت جنرالز چیه؟ اینجا کاملا آزاده، هر سوالی چیزی خواستین دوست پیدا کنین، فعالیت کنین، بازی متفرقه بزنین، هر کاری خواستین بکنین میایین اینجا. این قسمت ترولز هم گذاشتم برین اونجا هم دیگه رو اذیت کنین، ولی سعی کنین خیلی اذیت نکنین و در چارچوب قوانین باشین که بعدن دیگه دلخوری پیش نیاد. آره. خب بریم سراغ سکشن بعدی که میشه سکشن گنشین ایمپکت، که حالا احتمالا خیلیاتون میخواین از این قسمت استفاده کنین. این سکشن به چه صورته؟ الان خب همه رفتن توی استریم، هم کسی فعالیت نمیکنه اینجا، میبینین فقط دوتا ربات اینجا هست در حال حاضر. ولی کلا سکشن به این صورته که اگه مثلا میخواین کمک کنین، میبینین که الان اینجا کسی هست کمک کنه برای فار اروپا، بعدش اینجا خودش هم خب غالبا اگه رولشو میذاش اروپا راحت‌تر میتونه دوستاشو پیدا کنه، ولی نذاشته. خب اینجوری الان مثلا این دوستمون اومده خودش اروپا، میگه که آیدی بده، آیدیشونو میگیرین با هم دیگه میریم بازی میکنین. حالا خواستین بیشتر در تماس باشین، میان اینجا داخل وایس میشینین، یعنی دور من وقتی سبز میشین، یعنی من انگار صحبت دارم میکنم، بقیه صدامو میشنون. بعدش میتونین تو اروپا بشین با هم صحبت کنین، آمریکا آسیا رو هم گذاشتین. بعد یه سری کوآپ داریم که خواستین صرفا خودتون با دوستاتون تنها باشین. مثلا اینجا رو بریم میبینین ظرفیت این وایس دو نفره. الان من برم داخل این وایس یکیش پر میشه، یه نفر دیگه بیاد داخل وایس دیگه کسی نمیتونه جوین بشه داخل این وایس، غیر از ادمینای خودمون که ادمینا کلا به هیچ دلیلی وارد وایس های دو نفره نمیشن، پس خیالتون از این بابت جمع باشه. خب از اینجا هم دیسکانکت میکنیم، کاری نداریم. پس این شد کل قسمت های حالا گنشینیمون. بعدش هونکای استارایل هم دوباره همین داستانا رو داریم. بعد این قسمت سینما، اگه شما این رولی که بود این قسمت بذارین بگیریمش دوباره برش داریم، ببینید این اسپکتیتور یعنی همون بیننده رو اگه ما برداریم، کلا این سکشن برای شما حذف میشه و صرفا سینما نیوز رو میبینین. مثلا بچه‌ها میگن فلان چیزو میخوایم ببینیم، و شما باید این رول رو داشته باشین تا بتونین بیاین داخل سینما و انیمه ای فیلمی یا حالا هر چیزی رو با بقیه ببینید. دوباره میزنیم روی این و رول رو به همون میده و خب میبینه این سکشن برامون باز میشه. حالا مثلا اینجا بچه ها میگن در رابطه با انیمه صحبت میکنن و بحث میکنن و این داستان ها، سه تا هم روم داریم که در آن واحد یعنی سه تا انیمه یا حالا چیز متفاوت میشه پخش بشه. خب پابلیک گیم هم دقیقا داستانش مثل همونه. اون اول بازی بود که حالا اینو الان نذاشته بهنام، بعدا حالا این قسمت فکر کنم اضافه میشه توی، اجازه بدین این انتها میتونین رولاتون رو بگیرین. حالا اینو پاکسازی میکنیم که بعدا بیاین اینجا رول گیماتون رو بگیرین. اون اول بود که مثلا اومدم من یکی از گیما رو زدم. اگه شما یکی از گیمای پابلیک رو انتخاب بکنین، این سکشن پابلیک گیمز کلا براتون باز میشه. حالا داخل این میتونین بیاین توی پارتی 5 نفره لیگ بزنین، دوتا بزنین، نمیدونم سی اس گو بزنین، ولورانت بزنین، هر بازی دیگه ای میخواین میتونین برین اینجا بازی کنین، ماینکرافت و از اینا. آها گیمینگ رولش اینجاست، مثلا اشتباه کردم، بهنام اینا رو خیلی بهتر مرتب سازی کرده. میتونین برین مثلا گیماتون انتخاب کنین که دوستاتون هم که مثلا اون گیمو بازی میکنن بدونین چه جوریه و با هم دیگه در تماس بشین. خب قسمت پرایوت به چه صورته؟ شما میان اینجا جوین تو کریتو که بزنین، یه دونه وایس براتون میسازه به اسم خودتون، بعد حالا کل دسترسی های این وایس یه دونه اسلش وایس میزنین و میبینین تمام حالا داستانایی که نیاز دارین اینجا براتون میاره. مثلا اینو میزنین آقا میتونین گیم عوض کنین، اینجا میتونین لیمیتش کنین. الان مثلا من اینو میزنم لیمیت مثلا 3 نفر بیشتر نیان، میبینین که ظرفیت روم 3 نفره شد. بعد دوباره مثلا میزنین وایس نیم، بعد میگیم اسمشو بذار مثلا بدین صورت، اسمش عوض میشه و دوباره مثلا وایس لایک. خب
دیگه کلا قفل میشه، کسی نمیتونه هیچ تنظیماتی رو عوض کنه به غیر از اینکه من باشم و حالا اینجور داستانا. یعنی عملا میتونین بیان اینجا برای خودتون یه دونه وایس بسازین، دوستاتون رو بیارین، افرادی که دوست دارین اینجا با هم دور هم بشینین حالا صحبت کنین. بعدش میریم سراغ قسمت بعدی، میوزیک باکس. این قسمت شما پلی میوزیک رو که بزنین کلا اینو کامند داریم، شما امو می نویسین علامت تعجب پی، حالا مثلا اسم آهنگ، چه میدونم الان چون کپی رایت میخوره چون میخوایم ویدیو رو بذاریم اسم آهنگ خاصی رو نمیزنیم، مثلا اسم آهنگتون رو میزنین ولی خودتون هم باید قاعدتا توی یه وایس باشین تا این شناساییتون کنه. مثلا میایین داخل این وایس بعد اسم آهنگ رو میزنین، حالا میبینین الان بات میاد، خب یه چیزی رو هم could not find any audio، خب مشخصه چون من اسم رندوم زدم و خب همچین آهنگ اصلا وجود نداره، ولی اگه اسم آهنگ رو بزنین یا اسم خواننده رو بزنین و آهنگ راحتون خواننده آهنگ رو براتون لایو میاره اینجا کنارتون میخونه. اولش اگه کر شدین یه کلیک راست میکنین روی این و صداشو کم میکنین چون که صدای بات هات کلن زیاده. آره این بده. بعد میریم سراغ قسمت رنگ. الان میریم من لول 1 حالا نمیدونم چی شدم، میایم میزنیم رنگ، اشتباه شد، بعد میزدم اینجا پروبات، این رنگ رو اینجا میزنیم، رنگ من آورد، مثلا من رنگ 1 تکست شدم الان، اگه رنگ 6 بشم مثلا میام اسلایم میشم اول کار. اینجا میتونین خودتون رو فالو آپ کنین، بعد اینجا میتونین تاپ رو چک کنین ببینین آقا تاپ های مثلا وایس چیان، مثلا مال این هفته خب میزنیم، یعنی مثلا من خودم توی تاپ های وایس هستم، یه اکانت اصلیمه و بقیه بچه ها من هم ادمینای خودمونن، نمیدونم چرا واقعا بچه ها فعالیت نمی کنن، حالا یه سری کارو قرار بکنم که فعالیت بچه ها زیاد شه بین خودمون بمونه. اینجوری میتونید ترک کنید که چجوری رنگتون داره بالا پایین میشه. این قسمت هم که خب بات لوفی و یه بات دیگه دارن که 24 ساعته دارن میخونن که اصلا صداش کم میکنیم، خب میتونیم بیاین اینجا چیل کنیم، مایکتون هم میبندین و راحت چیل میکنیم، هیچ چیز خاصی نداره. این داستان پلی میوزیک اگه صرفا فقط بندین موزیک گوش کنین، میمیرین اینجا خودتون رو میوت میکنین، توی قسمت پلی میوزیک آهنگتون رو میذارین، یکی دیگه هم خواست میاد میشین که شما گوش میکنه، هیچکی نخواست نمیاد. بعد این موزیک گوش دادنش خیلی راحته، مثلا اگه شما یه پلی لیست میوزیکی توی حالا یوتیوب یا هر جای دیگه دارین میتونین کپیش کنین لینکشو یا حالا اسپاتیفای هرچی، بعد بزنین ام علامت تعجب پی و لینکو بفرستین، کل پلی لیستتون رو براتون باز میکنه، ولی پلی لیستتون باید پابلیک باشه که بقیه بتونن دسترسی داشته باشن بهش. خب این قسمت AFK چیه؟ خیلی چیز باحالیه. اگه شما بیشتر از یه ساعت توی وایس بشین و هیچ فعالیتی نکنین، یعنی نه مایکتون صدا بده نه مثلا پیامی بده نه کاری بکنید، خیلی چیک پرتتون میکنه این تو و انگار AFK دیگه. خب AFK دیگه چیکار کنم؟ حالا بریم ببینیم بچه‌ها به کجا رسیدن. الان نزدیک 50-70 نفر توی وایسن. هنوز دارن توضیح میدن. ببینید الان ما کارانتی نمیتونیم صحبت کنیم، باید بریم پوشتو تاک کنیم. حالا سویش تو پوشتو تاک که بزنی یه دکمه رو مشخص کنی که وقتی اون دکمه رو بگیری پوشتو تاک میشه. من خودم یادم نیست چه دکمه تنظیم کردم. بریم سراغ تنظیمات دیسکورد که شما چه چیزایی رو نیاز هست تنظیم کنید. خب ببینید حالا دکمه های کلی که داخل دیسکورد هست که استفادهتون میشه، البته دیسکورد وب، دیسکورد اونورم همه اینایی که بودن رو بعدم بهتون نشون میدم. میوت آن میوت که شما وقتی خودتون رو میوت کنین، الان بریم توی وایس بشینیم مثلا من اینجا کانکت، اول اینجا وقتی سبز شدین پینگتون رو بنویسه وصلین. خب بعد الان رو پوش تو تاکم صدام نمیاد قاعدتا. خب حالا رو کدوم دکمه است هنوز نمیدونم، میرم چک میکنم الان. بعد اگه اینو بزنین کلن صداتون نمیاد، ولی الان بریم خودمون فعلا از رو پوش تو تاک ورداریم، الان کلن صدا نمیاد و اینو ور میداریم، وقتی میدونی من دارم صحبت میکنم صدا دورش سبز میشه. خب یعنی الان انگار صدای من دقیق دارن میشنون به این صورت. توی گوشی هم همچین حالتی داره، وقتی صحبت میکنین دورش سبز میشه و این داستانا. بعد بریم توی تنظیمات.
توی این مای اکانت شما اینجا خب ایمیلتون رو وارد میکنین و شماره موبایلتون رو که بعد حالا وریفای کنین و این داستانه. این قسمت اتوریشنه که اگه بخواین مثلا سرور خودتون رو ران کنین حتما باید اینو فعال کنین که خیلی از آپشن رو بهتون میده و همینطور تو استپ ایمیل دیزیبل و دیلیت اکانتتونه که خب نزنین چه کاری. بعد میرین توی قسمت پروفایل. آقا توی پروفایل مثلا چه about me، شما اگه اینجا مثلا بیایم چند تا بچه‌ها رو نگاه کنیم، خب مثلا اگه about me میشه I'll just my way through life. خب مثلا اینجا میتونین یه چیزی رو بنویسین که هر کی بزنه روی اسمتون زیرش یه چیزی براتون مینویسه. مثلا میتونین اسم و اسمتون رو گذاشته، مثلا میبینین هر کسی دیگه به سلیقه خودش هر چی دلشون میخواد میتونن بذارن. اینجا میتونین پروفایلتون رو عوض کنین، حالا عکس میتونین بذارین که حالا من نمیدونم این کجا رو قرار باز کنه برای همین نمیزنم، و عکستون رو میتونین بذارین، رنگ بنرتون انتخاب کنین، خب مثلا میتونم پشتم سفید باشه. یه سری آپشن دیگه داره که با نیترو فعال میشه که خب فعلا تا زمانی که با دیسکورد خوب ارتباط نگرفتین به نظرم نیترو نگیرین، بعدن که اوکی شده میتونین نیترو بگیرین. حالا سرور پروفایل چیه؟ یه سرورتون انتخاب میکنید، توی اون سرور اینا رو به شما نشون میده. مثلا توی سرور من اسمم عوض کنم بذارم غلام، خب حتی شد گلم. مثلا الان من اینو سیوش کنم، یعنی که من توی این سرور اسمم گلمه، ولی پروفایل رو که کلا عوض کنید دیگه همه جا عوض میشین. یعنی من در حالت عادی نریمانم ولی توی این سرور گلامه، گلام یا گلم. حالا میرم توی پرایوسی و سیفتی. اینا دیگه حالا یه سری آپشنه یعنی که بسته به نیازهای خودتون میتونیم فعال و غیر فعالشون کنیم. یکم مطالعهشون کنیم ببینید چجوریه. این نشون میده که چه اپلیکیشن هایی رو لینک کردین بهش، این نشون میده چه دیوایس هایی با اکانت دیسکورد شما فعالن، که خب الان میبینین این اندروید گوشی منه، حالا جرمنی نوشته چون وی پی ان هم مال آلمانه، اینم که خب ویندوزی که الان دارم استفاده میکنم، کانکشنز هم که خب هر چیز دیگه رو بخواین لینک کنین به اکانتتون میتونین اینجا خیلی شیک لینکشون کنین. صرفا یه سری کارهایی رو بعد انجام بدین که یادم نیست مال خیلی وقت پیشه. فرند ریکوست، توی فرند ریکوست میتونین بهشون به کسایی اجازه بدین که بهتون فرند ریکوست بدن. این رو اوریوانش اگه روشن باشه هر کسی میتونه بهتون فرند ریکوست بده. فرند ریکوست یه جوریه، میین تو این قسمت فرند، اد فرندو که بزنین حالا یه نفر انتخاب میکنین، مثلا بریم اینجا به آنیتا یه دونه درخواست فرند بدین، اینو برمی‌دارین. ببینید این آیدی اصلی آنیتا، مثلا توی سرور الان اسمش اینه ولی اسم اصلیش اینه. اینو من الان کپی میکنم، بعد میام این قسمت پیستش میکنم، ببینید براش فرند ریکوست فرستادم. الان اینجا توی پندینگ، حالا اگه احیانا صلاح دید منو قبول کنه میاد توی قسمت آنلاین یا حالا توی آل اگه آفلاین باشه. پس این شد قسمت فرند ریکوست. بعد مثلا دایرکت مسیجاتون به این صورتی که خب با افرادی که دوستتونم میتونین پیام بدین، مثلا اینجا میگه سلام حالا چطوره فلان، با هم یه صحبت میکنین، خلاصه خیلی چیز اوکیه. اینجا میتونین سرور بسازین، خب بعد اینجا میتونین برین دنبال سرورهای متفاوت بگردین. اگه سختتون هم بود مثلا ما رو پیدا کنین میتونین گنشین داتا یا رو اینجا سرچ کنین و سرور ما هم اولین سرور میاد بالا. اینم از این. حالا بریم توی ادامه تنظیمات. نیترو که گفتم حالا نیترو اینا رو کاری نداریم، اینا قسمت های مالیه، یعنی چیز باید پول بدین تا اینه براتون فعال شن بیشتر. بعد میریم سراغ قسمت حالا ظاهرسازی. توی این قسمت اینا که مال نیترو دوباره فونت سایزتون، مثلا اینو بزرگ بکنیم میبینیم فونت اینا بزرگ میشه، اینو کوچیکش کنیم کوچولو میشه، بسته به چیزی که حالا چشتون میبینه اینا رو تنظیم کنین که دیگه اوکی باشه، راحت تر بتونین پیاما رو ببینین و بخونین. خب اکسسیبیلیتی هم زیاد کاری باش نداریم، ولی قسمت وایس اند ویدیو راجع به یه سری توضیحات زیادی میخوام بدم چون که خیلی‌ها با این مورد مشکل دارن و مشکلاتشون برطرف شه ان شاء الله که دیگه چیزی نباشه. آقا صدای خودتون رو لست چک می‌زنین؟ الان یعنی من صحبت می‌کنم صدای خودم برمیاد. الان دوباره خیلی مهم نیست، صرفا اینجا میتونید صداتون رو تست کنید. اوتپوت ولوم صدایی که خارج میشه و شما میشنوین، اینپوت ولوم صدایی که شما وارد میکنید و بقیه میشنون. اگر مثلا صداتون رو سخت میشنون اینو 100% بذارین. اینجا مایکروفونتون رو مشخص میکنید که خب الان حالا من گذاشتم میکروفون حالا بویام و داره استفاده میکنه. اوتپوت دیوایستون رو مشخص میکنید، خب الان
روی این دیفالت من روی هایلومه، ولی اگه بخواید مثلا میتونید بزنید روی اسپیکر که دیگه از روی اسپیکر مثلا صدا رو جدا بشنوین. ساوند بوردا یه چیزی آپشن سمیه که جدیدن اضافه شده، که البته فکر کنم فقط بله مثلا که روی نیترو دارها فقط فعاله، یا باید دسترسیشو بدیم، دقیقا نمیدونم به چه صورته. بذارین آره فکر کنم فقط رو نیترو فعاله. این چیز آپشنی براتون میاد، میتونید کرم بریزین، خیلی چیز جالبیه. بعد بریم ادامه تنظیمات توی وایس. این ساوند بوردم پس ترجمه وسط بزنید گوشاتون اذیت نشه. حالا بریم سراغ اینپوت مود، یعنی همونی که صدای شما چجوری بقیه برسه. خب اول از همه دیفالت خود دیسکورد به این صورته، یعنی ایناش اینجوریه یا اینجوریه. خب شما اول از همه بعد ببینید چجوری میخواید صحبت کنید. اگه پوش تو تاک باشه، تا زمانی که یک دکمه ای که مشخص میکنید نگیرید، خب صداش در نمیاد. الان من جدی دکمه درش مشخص میکنم، مثلا کلید 4 مصممن گذاشتم الان روش. بعد پوش تو تاکش اینم که هیچی. الان میبینید من داخل وایس هم ولی مایکم باز صدا نمیاد. من این دکمه رو نگه میدارم و یه دینگ میکنه و الان صدای من به بقیه میره. این پس شد از پوش تو تاکش. حالا بریم سراغ بقیه داستاناش روی وایس اکتیویتی. زمانی که شما میزنید روی وایس اکتیویتی بدون اینکه بخواید نگه دارید صحبت میشه. پس اگه احیانا توی محیط پر نویزی هستین، یا خودتون رو میوت کنید که بقیه اذیت نشن، یا که بذارینش رو پوش تو تاک دکمه رو بگیرین همون لحظه راحت صحبت کنید. بعد میریم سراغ یه مبحث خیلی مهمی به نام سنسیتیویتی که خیلی چیز مهمیه. اتوماتیکش حقیقتا چرت و پرته. حالا ممکنه روی بعضیاتون که مثلا میکروفونای حرفه‌ای دارین خوب کار کنه، ولی در حالت کلی اوکی نیست. حالا این سبز میشه بخاطر اینکه من دارم صحبت میکنم. حالا من اینو خاموش میکنم. میبینید من وقتی حرف نمیزنم یک موجی رو شما دارین اینجا میبینید. خب این حرف نمیزنم توی یک ناحیه نارنجیه، ولی وقتی صحبت میکنم میاد توی ناحیه سبز. اینا میتونین چپ و راست کنین. حالا این چجوریه؟ نارنجی چی کار میکنه؟ سفید چی؟ سبز چی کار میکنه؟ سبز اگه ناحیه صدا توی سبز باشه صدا به اونجا میرسه. الان مثلا نگاه کنین، سلام حال شما چطوره، مثلا این به زور یک سری از صداهای من میرسه، یک سریاش نمیرسه. اما اینو مثلا بذاریم اینجا، سلام 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 سلام، هر جوری صحبت کنید صدای شما از این صدا رد میشه. خب پس این میشه سنسیتیویتیتون، که اگه احیانا مثلا یکی اومد گفت نصف صدات اومد نصفش نیومد، اگه مشکل اینترنت نداشتی قطعا مشکلت اینجاست. پس اینم از این. میریم سراغ نویزگیر که نویزگیر چیکار میکنه. نویزگیر این آپشنه که اینو میزنین خاموش روشن داره. ببینید یک سری صداها اتوماتیک نویز هستن. مثل چی؟ مثل صدای فوت. حالا من اینو زیاد سنسیتیویتیش پایین گذاشتم، همه صدا رو داره میگیره. بذاریم من اینو بالانس کنم. خب ببینید الان من وقتی صحبت کنم فقط صدای منو میشنویم، مثلا آواز میخونی میشنوی، اما مثلا نمیدونم صدای این، خب این الان میاد. چرا؟ چون نویزگیرم خاموش. اینو خاموش میکنیم، میبینید دیگه صداش نمیاد. صداهای مثلا الکی که اطرافتون هست، مثلا صدای خیابون، صدای در، صدای چه میدونم میز، کلیک موس، کیبورد، اینا رو دیگه پلی نمیکنم. مثلا من کیبورد رو نگاه کنید، حالا من خاموش میکنم، اینو میگیره، بقیه هم دیگه نمیشنم. پس اینم از اینکه چجوری بقیه رو اذیت نکنیم توی وایس و این داستانا. دیگه موارد دیگه بزنیم، چیز مهمی هست تکست و ایمیجی که چیز خاصی نداره. نوتیفیکیشنز، حالا برای اینکه نوتیفیکیشنتون راحت تر باشه بهتون میگم چی کار کنین. ویندوز ستینگ چیه؟ یه دونه قضیه داره که آقا این استارت آپ، که اگه این روشن باشه زمانی که شما کامپیوترتون روشن کنین، وقتی رمش حالا یکم اوکی شد، دیسکوردتون هم براتون میاره بالا. استریمر مود برای اونایی که حالا میخوان استریم کنن و حالا به درد همه نمیخوره. بعد بقیه چیزش هم خیلی چیز خاصی نیست. یه دونه داریم فقط گیم اوورلی، که اگه مثلا داخل بازی چیزی باشین
مشخص میکنی مثلا کدوم گوشه، حالا اون گوشه اصلا نشون نده. خب یه گوشه ای مثلا این گوشه اسم کسایی که توی وایس باهاتون نشستن میاد به صورت لیست، و همون گوشه هم مثلا هر کم صحبت کنه مشخص میشه کی داره صحبت میکنه. یعنی اینجوری نیست که بخوایم سوئیچ کنیم بیایم توی صفحه دیسکورد که ببینیم کی داره حرف میزنه، این اونجا مشخص کی داره صحبت میکنه و راحت‌تر میتونی ارتباط برقرار کنی. بریم ببینیم ویش استریم به کجا رسید. چقدر شلوغ شدی ها. انا مثلا که یکی از دوستان داره میشه من خود تیمای خیلی خنده داری و باش پران کردم انا من پشت تا کردم قاعدتا کسی صدای من نمیشه. این نمیشه صدا میاد؟ مثلا که پشت تا نیست نه اصلا صدای یه نفر نمیشنم صدا دیگه صدات میاد. این صدا از میکروفون میوت وقت میشه. نه مشکل اینه که الان بچه‌ها مثل که دسترسی چیزو باز کردن پوشوزاکو. من داشتم آموزش دیسکورد رکورد میکردم. حل من برم به ادامه رکوردم برسم. با اجازه. به سلامت نریم. قربان شما فرید. خب مثلا الان بچه‌ها دیگه وقتی توضیحات تموم بشه چه استرس دار بود. مثلا قاعدتا ما میرفتیم اونجا میخواستم بگم پشت تاک میتونیم صحبت کنیم، ولی بردارن دیگه راحت میتونیم صحبت کنیم. الان قاعدتا بازش کردن که همه بتونن صحبت کنن. حالا یه دونه چیزی که هست میگن چت وایس چیه؟ الان این وایس دیگه خب یکی بره تو استریمش استریم بده من دیفن کنم. اوپن چت رو که بزنین این بغل چت براتون باز میشه، بهش میگن چت وایس، که اینجا دیگه همه کار میتونیم بکنیم. اینجا میتونیم یکی رو تگ کنیم مثلا به ایمه چه میزه بگم یو یو. خب من بسخره بازی دیگه، حالا این اذیتش کردم بنده خدا. بعد توی استریم اگه احیانا مثلا صدای استریم اذیتتون میکنه میتونید صدای استریم رو کم یا زیاد بکنیم. مثلا استریم زیاده کمش میکنیم راحت تر ببینیم. بعد تمام صفحه میکنیم هیچی دیگه نبینی. اینجا اصلا ممبری که صحبت میکنم و پایین اسمشون میاد. من اینجا مثلا بچه ها رو میبینیم که دارن میان و روی بنر ویش میزنن. خلاصه اینم از استریم. الان استریم بچه ها رو استریم کردن چون که بیشتر از 50 نفر ظرفیت نداره هر استریم، که الان میبینیم 50 تا اینجا پره و خب بقیه میرن اون بر. بعد دیگه چه چیز رو باید بهتون بگم که بدونین؟ دیگه چیز خاصی نیست. بقیه دسترسی ها میره برای حالا کارهای حرفه‌ای تر، که اگه دوست داشتی مثلا اونا رو بهتون بگم که مثلا چجوری سرور خودتون رو مدیریت کنین، حالا اگر احیانا مثلا ادمین چیزی شدین توی سرور چجوری فعالیت کنید و این داستانا، میتونیم یه ویدیو دیگه هم برای اون براتون درست کنیم که راحت استفاده کنید. از اینجا فعلا دیسکانکت کنم چون کاری ندارم. آره خلاص این بود از کل توضیحات سرور دیسکورد و چه حالا امکاناتی داره، چقدر کارهای باحالی میتونین توش انجام بدین و میتونین خیلی شیک بیان اینجا دوره هم باشین. من هی بهتون میگم برین توی دیسکورد بپرسین، خیلی شیک آقا بیان توی دیسکورد و توی آقا گنشین گپ مثلا بگو من فلان جا مشکل دارم. خب مثلا اینجا اصلا ابراز احساسات بکن، من کانسه شیشه چیشی دارم. خب مثلا من که ندارم، ولی مثلا محمد رضا کانسه 5 مونا داره، ببخشید کانسه 6 مونا داره، بدبخت. بعد حالا محمد رضا توی وایس ویدیوهای قبلی که من بولی کرده بود، حالا این ویدیو کارش ندارم، از ویدیوهای بعدی اذیتش میکنم. اینجا نوتیفیکیشن اومد، حالا خوب شد نوتیفیکیشن رو داد که یه چیز دیگه یاد آمد بگم. نوتیفیکیشن شما زمانی که کلیک راست کنین روی سرور یا حالا دستتون نگه دارین روی سرور، یه چیزی میاد به نام میوت سرور. آقا میتونی سرور رو مدت تا زمانی که ابدی میوت کنی. بعدش اینجا نوتیفیکیشن سیتینگ داره، تمام مسیج ها رو میخوایم ببینیم، اون جایی که فقط منشن شدین رو ببینین. بعد مثلا اینجا هیچ چیز رو نبینین و دیگه اینجوری، حالا مثلا این ناتینگ بزنین هیچ چی رو نبینین، اینو بزنین همه مسیج ها رو میبینین، اینجوری عملا آن میوته. بعد یه دونه آپشن رو خود دیسکورد استفاده کرده که خیلی هاتون ممکنه حتی ندونید چجوریه، براوز چنلز که این بالا میاد. خب چی کار میکنه؟ بای دیفالت همه چیز برای شما هست. یعنی الان من که مثلا همه رولا رو گرفتم میگم چقدر شلوغ شده اینجا، نمیدونم سختمه بخوام اینجا راحت فعالیت کنم و فلان و بسار اینا، و مثلا نمیخوای همه اینا رو یکی یکی کوچیک کنی که مثلا جمع و جور تر بشه، میای اینجا اون جاهایی که میخوای ببینی رو روشن میکنی. خب
الان اینجا مثلا خب اینا رو میخوام ببینم همه رو، تیکت خودم مثلا اینجا باز کردم، اینا رو میخوام ببینم، اصلا اینا رو مثلا نمیخوام ببینم، خب اینا مثلا نمیخوام ببینم، فرضاً ویلکام برام مهم نیست، مود اپلیکیشن مهم نیست، اناونسمنت اوکیه، میخوامش، اینم میخوام، مثلا اینم میخوام، میخوام مثلا اینو نزنین، دعواتون میکنم، مثلا مال امیرو نمیخوایم ببینیم مثلا پستاشو و مثلا نمیخوام ایونت هم خیلی برام مهم نیستن، میمونه رو میخوام یکم تفریح کنم اینجا، مثلا مدیا حال نمیکنم بقیه میفرستن، آرت نمیخوام، مثلا اینم که کلا گفتم جیز نرین توش، بعد اینم مثلا فشار میخورم برم اونجا، اینو میخوام راهنمایی بگیرم، اینم مثلا برای گیمم. حالا میم نگاه کنم این چجوری شد، اینا براتون هایدش میکنم، ببینید نگاه کوچولو شد خیلی راحت. حالا مثلا میگم من کلا نمیخوام اصلا استریمو ببینم، کلا اصلا محو میشه خب، ولی استریمو غالبا بعد ببینید. حالا فالو کاتگوری چی کار میکنه، یه راست کلشون رو براتون اویلیبل میکنه. مثلا این قسمت جنرال، آقا من هیچ فعالیتی نمیخوام توی پابلیک ببینم، مثلا نمیخوام بیام اونجا، نهایتا فقط میخوام مثلا وایس اینجا رو ببینم، فقط وایساشو اصلا میخوام ببینم، خب تکستشو نمیخوام ببینم، تکستشون مخمه. بعد اینا هیدن میشن برای شما و مثلا سرور اونجوری که دلتون میخواد میتونید تنظیم کنید که ببینینش و خب خیلی چیز خوبیه به نظر من، مخصوصا برای اونایی که سختشون بوده که بیان اینجا نگاه کنم. مثلا این قسمت هم که جلسات میزنیم مثلا ببینیم او جلسه دارن اینجا، مثلا اکثرا که اینجا نمیریم جلسات، جلسات جای مخفی تریه که اونو هیچکی نتونه ببینه، ولی جلسات حالا جنرال رو میاییم اینجا برگزار میکنیم که حالا دیگه هستن بچه ها مثلا ببینم اون پشت داریم مثل فعالیت هایی میکنیم، ولی بیشتر فعالیت هایی ما کلن زیر پوستیه که کسی نبینه، ما فقط نتیجه نهایی رو به شما ارائه میدیم که بتونید بیشترین استفاده رو ببرید. این شعال هم که بزنین دیگه همه چی رو نشون میده. بعد مثلا هاید کنید، یه دونه چیز دیگه بود اینجا نوتیفیکیشن، این شعال چنل رو که بزنین هر چی اینجا رشته کردین پنبه میشه، خب همه رو براتون نشون میده، یعنی من جو دو ساعت اینا رو تنظیم کردم این دوباره همشون اومدن، خب دوباره اینو برمی‌دارید برمیگره به تنظیماتی که گذاشتین. هاید میوتد چنل، اونایی که مثلا میوت میکنی کلن هیدن میشن برای شما، مثلا بیا اینو به صورت دستی میوت کنی، هر کدوم میبینی مثلا زیاد پیام میده بیا اونجا خیلی شیک دستی یکیشو میوت کن، مثلا اناونسمنت رو نیو میوت نکنین چون که اطلاع رسانی ها رو همیشه توش انجام میدیم و این داستان. خب دیسکورد وب هم دقیقا مثلا همون دیسکورده، فقط تنها تفاوتی که داره این نویز گیر نداره، همین دیگه، چیز خاصی نمیبینم بخوام توی این توضیح بدم. خب خلاصه این بود از کلن دیسکورد. حالا من آمدم تو اکانت خودم و حالا تو اکانت من دسترسی خیلی زیادی هست، مثلا میبینم اونجا تیکت باز کردم فکر کنم 49 بود، میبینم من تیکت خودم رو میبینم، میام جواب میدم میگم مشکل چیه، برش تیکت رو یا حالا خودتون از من میبندین یا من مثلا اگه کارتون تموم شد میبندم، یعنی بسن تیکت هم همینجای دکمه داره براتون. مثلا اینا همون تیکت هاییه که گفتیم میتونیم این رولای خاص خودتون رو بگیرین، بعد دیگه کلن بدین صورت. حالا نگاه کلی هم که به سرور هست اون یه سری بخشایی داریم که پایین بهش میگن بخش ادمین، که اینجا دیگه چیزه، اینجا کلن کارهای پشت صحنه رو انجام میدیم، اونجا کلن نیاییم این نمیتونیم بیاییم بهتر بگم. آره خلاصه هر مشکلی چیزی هم داشتید اگه کسی مثلا اذیتتون کرد توی بازی، میام توی سروری مثلا مشکلی دیدین، انتقادی بود، پیشنهادی بود، هر چیزی بود، فقط کافیه تیکت پر کنین، تیکت بسازین و خود من به شخصه تقریبا همه تیکت‌ها رو دارم هر روز چک میکنم، من این تیکتایی که باز موندم میبینین چکشون نکردم، حالا اینم جواب دادم جواب نداده دوست ازمون که حالا به تیکتم و بدین صورت. خب دوستان رسیدیم به آخر این ویدیو و از اولی که داشتیم میبندیم سرور 4930 خوردی بود و میبینید الان 5000 نفر شدن، که خب همون از موقعی که اومدم این ویدیو رو رکورد کنم این تعداد از دوستان صرفا به سرور جون شدن و حالا دارن استفاده میبرن از آپشنای سرور. خب امیدوارم این توضیحاتی که بهتون دادم کامل بوده باشه و دیگه هیچ مشکل نداشته باشین توی دیسکورد و بتونیم بیان توی دیسکورد با هم دیگه کلی وقت بگذرونیم، خودم فیلم میبینم، حالا بازی استریم میکنیم با هم دیگه میبینیم، خیلی کارا میکنم، یعنی منم هستم توی وایس ها، اینجوری نیست که فکر کنین من یک آدم پشت پرده ایم، میتونین بیان اینجا هر از گاهی منم توی وایس ها پیدا میکنین،
حسنم سر بره قطعا وقت خالی داشته باشم، توی وایس هم 24 ساعته. و دیگه هر سوالی چیز دیگه داشتین، انتقادی پیشنهادی بود، خیلی شیک بیاین تیکت باز کنین بگین. خودم هر روز تیکت ها رو چک میکنم، مثلا تیکت رو جواب دادن، اینم تازه ساختم که خودم ایسکا کردم خودمو که بذارین تیکت رو ببندم. و دیگه مواردی که میمونه اینه که خب هر ارتباطی هم خواستیم ما بگیرین، فقط کافی اینجا تیکت باز کنین. من تیکت ها رو هر روز بلا استثنا چک میکنم، از کامنت های یوتیوب سریع تر جوابشون میدم. دیگه امیدوارم بیاین کنار هم باشیم و کلی اوقات و وقت خوشی رو با هم دیگه بگذرونیم. اینجا دیگه کلی از دوستان رو میبینیم که خیلی هاشون چهره های ثابت روزمره دیسکوردمونن، خیلی هم تازه اومدن که نمیشناسم، و مثل اینکه دوستانی که تازه اومدن به دیسکورد، و امیدواریم بتونن فضای خوبی رو اینجا با هم دیگه بگذرونن. خب دوستان، بالاخره رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه. امیدوارم از این ویدیو بی نهایت لذت برده باشین و براتون کلی مفید بوده باشه. هر سوالی چیز دیگه ای داشتین حتما توی کامنت ها ازم بپرسین، سوالاتون رو حتما جواب میدم. و بیاین دیسکورد، خیلی دیسکورد بهتر از حالا فضاهای مجازی دیگه است. اون ساوند بوردی هم که گفتیم نیست، اینجاست. خب مثلا این صداهای سموال بچه اومدن اضافه کردم، میتونین استفاده کنین. دیسکورد تنها تفاوتی که با تلگرام و حالا واتساپ و دیگه فضاهای مجازی داره اینه که وایس مسیج نداشته تا الان، یعنی تنها باگی بوده که بوده. ولی وایس مسیج هم نسخه بتاشو توی گوشی الان اضافه کردم و به زودی روی سیستمش هم ارائه میشه و دیگه تکمیل ترین حالته. تنها مشکلی که دیسکورد داره که خیلی ها نمیتونن باهاش کار کنن اینه که خب یک مقدار یوزر فرندلی نیست نسبت به تلگرام و حالا اینستاگرام و واتساپ و اینا. ولی اگه یکم بیاین باش کار کنین، سوالی براتون پیش اومد بپرسین و هر کار دیگه ای بود بکنین، خیلی زود با دیسکورد میتونین ارتباط بگیرین. حالا تعداد خیلی زیادی هم هستن که توی وایس هم میتونین بیاین دوستای جدید پیدا کنین. و خوبی که دیسکورد داره اینه که میتونین بیاین با هم صحبت کنین و خیلی شیک تبادل نظر کنین. در صحبت کردن خیلی سریعتر هر چیز رو پیش میبره تا اگه بخواید تو پیام بدی اون پیام بده، اون پیام بده تو پیام بدی، و صحبت کردن یه ارتباط دیگه ای داره. خلاصه امیدوارم بیاین همگی دیسکورد و بتونیم کلی فضای خوبی رو داشته باشیم. سعی کنین زودتر با دیسکورد ارتباط بگیرین، به خاطر اینکه ما کلی از مسابقات و برنامه‌های خفنی که می‌خوایم ارائه بدیم قرار توی دیسکورد برگزار بشه و نیازمند اینه که خود دیسکورد باشین دیگه. دوباره مثل همیشه میرسیم به انتهای ویدیو با خداحافظی. تا دوردی دیگه، همه شما رو بارکانهای بزرگ میسپارم و توی دیسکورد میبینمت. بدرود.